بشارت 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 دوستان عزیز ایمانداران سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما به برنامه بشارت خوش آمدید خدا رو شکر میکنم که میتونم در خدمت شما عزیزان باشم با کلام خداوند و خوشحال هستم که ایمان آوردید به عیسی مسیح و نجات ابدی مسیح خداوند رو به دست آوردید دوستان میخواهم امروز از مزامیر باب 14 آیه یک تا 3 بخونم و بعد دعا میکنیم و بعد پیام امروز رو شروع میکنیم بیایید با هم بخونیم مزامیر باب 14 آیه یک تا سه احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست کارهای خود را فاسد و مکروه ساخته اند و نیکوکاری نیست خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست همه رو با هم فاسد شده اند نیکوکاری نیست یکی هم نی آمین بیاید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم ای خداوند شک برای مهر و محبت تو برای فیض و رحمت تو خداوند که ما را لایق دونستی ما ای که گناهکار هستیم نیکوکاری خداوند وجود نداره اما تو خداوند با محبت ازلی خودت ما رو دوست داشتی و خود خودت رو فدای گناهان ما کردی روی صلیب تا ما رو نجات بدی تا ما رو نیکوکار کنی در حضور خودت با خون خودت ای خداوند دعا می کنم خداوند خودت برکت بدی به پیام امروز و خداوند به من حقیرم کمک کنی که بتونم کلامت رو موزه کنم به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین آمین دوستان پیام امروز دوستان عنوانش از انسان گرایی و خدا گرایی انسان گرایی و خدا گرایی تا حالا شنیده اید که بعضیا میگن بعضیا میگن که انسانیت و کمال نیاز به خدا و دین نداره اگه انسان خوبی باشی اگه به محیط زیست آزار نرسانی اگه به حیوانات آزار نرسونی و محیط زیست رو دو دوست داشته باشی و این نیاز به دین و خدا نداره همه ما میتونیم انسان خوبی باشیم میتونیم به کمال برسیم اینا دوستان ایده جدید و تصادف تصادفی نیستش این ایده ایده ای استش که بعضی از انسان در جامعه غرب درست کردند و میخواستن که خداوند رو از زندگی انسان دور کنند میخواستن انسان رو از خدا دور کنند و این باعث شد که این ایده این تعلیم جدید در سال 1933 به وجود بیاد میخوایم اول راجب انسانگرایی نگاه کنیم انسانگرایی و خداگرایی اول انسانگرایی میخوایم عقاید انسانگرایی رو نگاه کنیم که اهداف و تعالیم و عقاید انسانگرایی و یا بشردوستی که در دهه های اخیر از سوی جامعه غرب ابداع شد بسیار ساده و قابل فهم دوستان در سال 1933 و بعد چهل سال بعدش در سال 1973 در جامعه غرب برای اینکه بخوان انسانیت رو به بازار ارائه بدن و رونق بدند که انسان ها بتونن از خدا دوری کنند اومدن عقاید خودشون رو در دو کتابی نوشتن به اسمای اولینش بیانیه انسانگرای جلد اولش در سال 1933 میلادی به چاپ رسید که بهش میگن Humanist Manifesto وان و دومینش بیانیه انسانگرای جلد دوم در سال 1973 میلادی به چاپ رسید که بهش میگن به انگلیسی Humanist Manifesto تو جلد دوم که دوستان انسانگرایی فقط سیستم و افکاری که ارزش و همیت انسان رو بیان کنه نیست بلکه طریق زیرکانه و ملایمی است از اینکه وجود خداوند رو انکار کنه و انسانیت رو انسانها رو بیارن وارد بر صحنه قدرت و جایگاه خدا بکنند که انسان بشه خدای خودش که مستقل بشه که خداوند نقش نداشته باشه توی زندگی انسان برای همین این نظریه این تعلیم در سال 1933 توسط غربیا شروع شد و کتاب معدل... به عنوان مثال در کتاب بیانی انسانگرای جلد دوم صفحه 16 اینجوری نوشته عقایدشون ببین چیه میگن... میگن که به عنوان یک ایتیست یا بی خدا ما با انسان ها آغاز میکنیم نه با خدا با طبیعت، نه با الوهیت انسانها در قبال کسی که هستند و خواهند بود مسئول هستند هیچ خدایی ما را نجات نخواهد داد این ما هستیم که باید خود را نجات دهیم این عقاید این انسان گرایان هستند که میگن که هیچ خدایی ما را نجات نخواهد داد ما خدای خودمون هستیم ما با انسان شروع میکنیم نه با خدا با طبیعت شروع میکنیم نه با الوهیت این عقاید انسان گرایان هستش در پیشگفتار کتاب بیانیه انسان گرای چنین نوشته در جلد دوم صفحه 13 نوشتن که همانند سال 1933 انسان گرایان و بشر دوستان هنوز اعتقاد دارند که سنت خداپرستی به ویژه اعتقاد به خدایی که با دعا شفا می بخشد و به ظاهر انسانها را محبت می کند یک امر اثبات نشده و ایمانی منسوخ شده است یه ایمان منسوخ و یه امر اثبات نشده است ایمان به خداوند و خدایی که با دعا شفا میده ببینید دارن رد میکنن این تعلیم انسان خدا رو معجزات رو این چیزها رو کاملا رد میکنن و پیام انجیل رو هدف قرار دادن خداوند رو هدف قرار دادند دعا رو هدف قرار دادند و مسخره میکنند و دوباره میخونیم در مجله انسانگرایی سال 1977 صفحه 46 که چنین نوشته میگه در تمدن های همانند تمدن ما مذهب در اغلب مواقع از هوشمندی بیگانه و دور بوده است یعنی مذهب کسایی که مذهبی هستند هوشمند نیستند از هوشمندی بیگانه و دور هستند جدی گرفتن مذهب در این عصر روشن فکری کار بسیار دشواری است چیز عجیب و غریبی است که مردم در این عصر میتوانند اعتقاد داشته باشند که زندگیشان با ایمان به خدا متحول شده و به وسیله روح تولد دوباره یافته اند این شهادت غیر معقول و به دور از واقعیت است این شهادت میگه دور از واقعیت که نجات پیدا کنی به وسیله روح القدس تولد دوباره داشته باشی پس میبینیم دوستان این عقیده یا انسان گرایی این نیست که بخواد انسان ها رو به به ارزش بده و اهمیت بده به انسان ها بلکه بدتر انسان رو میخواد پس کنه از خداوند دور کنه و در رومیان باب یک آیه 25 می که کتاب مقدس میگه که ایشان یعنی انسان ها حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا عبدالآباد متبارک است آمین میگه انسان ها حق خدا را خداوند حق داره که خالق ما باشه حق داره که ما پرستشش کنیم ولی انسان ها میگه حق خدا رو به دروغ مبدل کردن و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالق مخلوق یعنی انسان ها رو در عبادت می انسان ها رو بزرگ کردن به جای خداوند گذاشتن و انسان رو بزرگ کردن دوستان همه ما گناهکاری ما نیاز به خدا داریم بدون خداوند ما هیچ هستی وجود نداریم ما هلاک خواهیم شد نیاز به خداوند داریم و می خواهیم راجع به ارزش های اخلاقی انسان گرایی نگاه کنیم ببینیم راجب به اخلاقیات اینا چی نوشتند در بیانیه انسانگرای جلد دوم صفحه 17 تا 18 راجع اخلاقیات چنین نوشتند ما تصدیق می کنیم که ارزش های اخلاقی ریشه خود را از تجربیات انسانی به دست می آورد. اخلاق نیاز به علم الهی یا تعالیم مقدسانه ندارد بلکه خودمختار و جایگاهی است یعنی اخلاق خودمختار خود به خود می اخلاق به وجود میاد و جایگاهی است یعنی به جایی که نیاز نیازه اخلاق خودتو نشون میدی جایگاهی که انسان در جایی که نیاز باشد آن را به طور مخت... خودمختار نشان میدهد ما برای زندگی بهتر در این دنیا همین حالات جد و جهد میکنیم هدف ما این است که در پی ثروتهای زندگی باشیم دلیل آوردن و خوشبندی ابزار بسیار موثری است که انسان میتواند دارا باشد پس میبینیم که میگن که اخلاق یه چیز خودمختار و جایگاهیه که خود به خود میتونی انجام بدی اخلاق نشون بدی و در جای خاص خودش میتونی اینو انجام بدی ولی کتاب مقدس میگه که خداوند به ما اخلاق میده خداوند راههای خودش رو به ما نشون داده که چجوری باید زندگی کنیم ازدواج ما چگونه باشه راجم این اخلاقیت خداوند به ما دستورالعمل داده که باید انجامش بدیم رابط روابط جنسی چطور؟ در بیانیه انسانگیرهای جلد دومش صفحه 18 تا 19 راجب روابط جنسی چنین نوشته میگه در زمینه رابطهای جنسی ما اعتقاد داریم که نگرش منفی و منکننده مذاهب و فرهنگهای پاکتینان بی جهت نزدیکی و ارتباطات جنسی را سرکوب می کنند انسانها باید در کنترل کردن زاد و ولد، سکت جنین و طلاق حق و آزادی داشته باشند. ما نه داشتن رابطه جنسی بدنام کننده را تصدیق می کنیم و نه از داشتن رابطه جنسی بزرگسالانی که از هم رضایت دارند ممانعت می مم... کنیم. یعنی اگه انسان ها بزرگسالان رضایت داشته باشند یه مرد با زن که غریبه است اگه با هم رضایت داشته باشند میتونن رابطه جنسی داشته باشند. انسانها بدون آزار رسانیدن و تجاوز به حقوق دیگران باید اجازه داشته باشند که تمایلات و غریزه جنسی خود را ارضا کنند و نوع زندگی که ایشان دوست دارند را داشته باشند یعنی خدای خودت باش مستقل باش نیاز به خدا نداری هر موقع دلت خواست، اگه شهوت داشتی میتونی این غریزه خودت رو و تمایلات نفسی خودت رو ارضا کنی هر موقع دلت خواست میتونی با یه زن با یه دختر حتی با یه حیوان میتونی یعنی هیچ در این رابطه های جنسی طبق تعالیم انسانگرایی هیچ محدودیت نیست میتونی با خواهرت تا ازدواج کنی ازدواج کنه رابطه جنسی داشته باشی با برادرت میتونی با یه حیوان رابطه داشته باشی این اصول و تعالیم گرایی که انسان رو اهمیت نمیده ارزش نمیده بلکه پستر از حیوان کرده حیوان هم, هم چین کاری انجام نمیده دوستان باید متوجه بشیم که این اسم انسانگرایی و انسانیت کمال اسم شیرینی داره به نظر بسیار عالیه و به انسان مقام میده اما دوستان انسانیت رو پست میکنه این تعالیم و اصولی که اینا آوردند و باید متوجه باشیم و خلاصه عقاید ای انسانگرایی اینه که میگن وعده های نجات وهمی و مذر است اخلاق خود مختار و جایگاهی است و فعالیت های جنسی بین بزرگسالانی که از همدیگر رضایت دارند بدون در نظر گرفتن چه کسی و یا چه چیزی در آن رابطه جنسی قرار دارد مورد قبول است یعنی هر کسی یعنی خواهرت برادرت حیوان هر کسی باشه هر چیزی باشه در رابطه جنسی مورد قبوله و نوشته که طبقه عقاید انسان گرایی سکت جنین طلاق مرگ آسان هم جنس باز مرگ آسان یعنی میتونی خودکشی کنی حق داری که خودکشی کنی و مرگ آسان هم جنس بازی رابطه جنسی با خواهر و برادر نیز برای انسان ها جایز است انسان گرایی تعلیم میدهد که ماده ابدی است ماده ابدی است یعنی تعلیم یونانیان یونانیان باستان مثل افلاتون، سقراط اینا اعتقاد داشتن که ماده ابدی است یعنی تمام چیزهای فیزیکی که ما در اطراف ماست زمین درخت این چیزها ابدیه کتاب مقدس میگه 6000 سال پیش خداوند زمین آسمان درختان همه چیز را از هیچ چیز آفرید خداوند سخن گفت و همه چیز به وجود اومد و ماده ابدی نیست دوستان در حالی که 6000 سال پیش خداوند زمین و آسمان و ماده هر چیز فیزیکی هست خداوند آفرید پس میبینیم که مثل تعالیم یونانیان تعالیم انسانگرایی اینه که ماده ابدیه و و اعتقاد ندارند به خلقت بلکه به نظریه تکامل اعتقاد دارند و میگن که انسان ها طبیعتا از یه ماده تکسلولی اومدن تکامل پیدا کرد و بعد از یه حیوان تبدیل شد به یه انسان و خلقت رو انکار میکنه پس دوستان میبینیم عقاید انسان گرایی بر علیه انسانه به انسان ها مقام نمیده ارزش نمیده طبق کلام خداوند انسان رو پست کرده عقاید انسان گرایی و بعد میخوایم راجب خدای گرایی یاد بگیریم راجب خدای گرایی برخلاف عقیده انسان گرایی که انسان به وسیله تکامل تدریجی تکامل یافته و به وجود اومده تبدیل به انسان شده کتاب مقدس میفرماید که خداوند انسان را شبیه خودش آفرید و انسانها رو نر و ماده آفرید در پیدایش باب یک آیه 26 تا 27 این میخونیم می و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نمایند پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید او را به صورت خدا آفرید ایشان را نر و ماده آفرید پس متوجه میشیم که خداوند انسان را شبیه خودش آفرید و به صورت خودش آفرید پس ما در شباهت خدا آفریده شدیم ولی اون صورت خدایی که ما داشتیم در اول از دست دادیم با گناهان دوستان ما از جایگاه قدوسیت خودمون سقوط کردیم و تبدیل شدیم به انسانهای گناهکار ولی خداوند ما را دوست داشت خداوند کاری کرد که نقشه کشید که ما را نجات بده از مرگ ابدی از جهنم و ما را تبدیل کنه به دوباره انسانهای مقدس که اومد فدای گناهان ما شد روی صلیب عیسی مسیح با حکمت ابدی خودش فدای گناهان ما شد که ما با ایمان به عیسی مسیح برگردیم به سوی خداوند و عاشق خدا بشیم از جهنم از مجازات ابدی نجات پیدا کنیم و اخلاق به دست بیاریم انسان کاملی باشیم در عیسی مسیح بدون خداوند عیسی مسیح دوستان ما هیچ ارزشی هیچ مقامی نداریم در حضور خداوند و نیاز به خداوند داریم عیسی مسیح این کار برای ما انجام داد و عیسی مسیح کسیه که تمامی حکمت و گنجینه های علم درش مخفیه در عیسی مسیح حکمت و گنجینه علم استش در اول قرنتیان باب یک آیه سی میخونیم میگه لاکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و ادارت قدوسیت و فدا میگه عیسی مسیح برای ما حکمت شده و ادالت عدالت قدوسیت و فدا خداوند عیسی مسیح برای ما فدا شد عدالت خداوند در عیسی مسیح قدوسیت خداوند در عیسی مسیح حکمت فقط در عیسی مسیح پس ما نیاز به عیسی مسیح داریم تا حکمت داشته باشیم عدالت و قدوسیت داشته باشیم و فداکار باشیم عیسی مسیح تنها راه و راستی و حیات و هیچ کس جز به وسیله عیسی مسیح نزد پدر نخواهد آمد طبق گفته خود عیسی مسیح و کلام عیسی مسیح به ما آزادی واقعی میبخشه دوستان کتاب مقدس رو که میخونیم آزاد میشیم از ضد اخلاقیات از پستی از هلاکت از گناه آزاد میشیم و تبدیل میشیم به انسانهای مقدس فقط در عیسی مسیح و عیسی مسیح ما را از فلسفه های باطل از این تعالیم باطلی که انسان ها به وجود آوردند و سنت هایی که انسان ها درست کردند کلام خداوند ما را آزاد میکنه در کلوسیان باب دو آیه هشت میخونیم میگه باخبر خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکر باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیاوی نه بر حسب مسیح میگه مواظب باشید که کسی شما را نرو به فلسفه و مکر باطلی که انسانها درست میکنن بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیاوی این اصول دنیاوی تعالیم انسانگرایی اصول خدا نیست تعالیم خدا نیست انسان درست کرد برای اینکه انسان را از خدا دور کنه کاری که شیطان انجام داد در با قدم به انسان گفت به آدم هوا گفت گفت آیا خدا گفتی از این میوه شناخته خوب بد نخورید گفت اگه بخورید خوب و بد را تشخیص خواهید, خواهید داد و مثل خدا خواهید شد مثل خدا یعنی میتونید خدای خودتون باشید نیاز به خدا ندارید میتونید عارف نیک و بد بشید خواست که انسانها را از خدا مستقل کنه دور کنه که انسان وابسته خدا نباشه بدون خداوند دوستا ما حیات نداریم ما نابود خواهیم شد نیاز به خداوند داریم و کلام خداوند میفرماید که اخلاق جایگاهی نیست بلکه طبق کلام خدا از انسان میگه اخلاق یه چیز خودمختار و جایگاهیه که خود به خود میتونی انجام بدی ولی که تا به ما تمامی چیزهایی که برای دینداری و حیات و خداپرستی و اخلاق لازمه در کلام خودش به ما داده در دوم پتروس باب یک آیه سه میخونه میگه چنان که قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده پس میبینیم به وسیله عیسی مسیح به, به وسیله معرفت عیسی مسیح خداوند به ما تمامی چیزهایی که برای حیات و دینداری و خداپرستی و اخلاق یعنی نیازه به ما بخشیده پس ما طبق کلام خداوند که در این تمامی اخلاقیات اومده نیاز داریم و طبق کلام خداوند باید زندگی کنیم تا اخلاق داشته باشیم تا های نمونه باشیم تا وابسته به خدا باشیم تا اون منبع حیات رو داشته باشیم از اون حیات حیات دریافت کنیم از اون منبع اخلاق اخلاق در, در دریافت کنیم از اون منبعی که منبع حکمت حکمت دریافت کنیم تا بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم در این دنیا و و خداوند به ما از این طریق از طریق کلامش به ما معرفت میده حکمت میده به ما همه چیزهایی که در دنیا نیازه به ما میبخشه و خداوند انسانها را از چیزهای تخریب کننده مانند سکت جنین طلاق رابطه جنسی یا نامشروع با زن بیگانه و غیره من میکنه رابطه نامشروع با زن بیگانه و رابطه نامشروع با خواهر برادر خداوند من کرده در کلامش خداوند میخواد که ما زندگی آرام و سالمی داشته باشیم زندگی سالم و پر از نشاط داشته باشیم و این همش در کلام خداوند پیداست و باید مواظب باشیم به تعالیم انسانگرایی که میخواد ما رو وادار کنه به سکت جنین که یه حیوان این کار انجام نمیده که فرزندش رو بکشه و سکت کنه که انسان در این دنیا عادت کردن که فرزندان خودشون رو میکشند سکتش میکنند و حیاتی که یه انسان یه نوزادی که در رحم مادره حق داره حقوق داره،, داره که حیات داشته باشه حق داره که بیاد بیرون و زندگی کنه یه حیوان این کار نمیکنه نمی که انسان ها میان یعنی امترین مکانی که یه نوزاد میتونه داشته باشه در شکم مادره امترین مکان باید شکم مادر باشه ولی متاسفانه انسان ها میان در شکم مادر سکتش میکنن میارن بیرون میکشن این انسان رو. این نوزادشون رو چیزی که خداوند من کرده در کلامش انسان ها زنا میکنن با هر کسی که دوست داشته باشن خداوند اینو من کرده خداوند ازدواج رو تقدیس کرده خداوند میخواد که ما ازدواج کنیم و زندگی سالمی داشته باشیم اما میبینیم که انسان ها تحریف کردن ازدواج رو با هر کسی که دوست دارند دوستی شروع می کنند دوست میشن و بعد رابطه ای نامشروع پیدا کردن از زمان 1933 میلادی حدودا 80 سال پیش این شروع شد که انسان ها امروز می بینید که یه پسر با یه دختر به راحتی دوست میشه و به راحتی رابطه جنسی برقرار میکنن با همدیگه و زنا میکنن که از دیدگاه خداوند این یه زناست در اول قرنتیان باب 6 آیه آیه دوازده میگه همه چیز برای من جایز است لیکن هر چیز مفید نیست همه چیز برای من رواست لیکن نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد و بعد آیه سیزده میگه خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک لاکن خدا این و آن را فانی خواهد ساخت اما جسم برای زنا نیست جسم یعنی بدن ما برای زنا نیست بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم و خدا خداوند را برخیزانید و ما را نیز به قوت خود خواهد برخیزانید آیا نمیدانید که بدنهای شما اعضای مسیح است پس آیا اعضای مسیح را برداشته اعضای فاحشه گردانم هاشا آیا نمیدانید که هر که با فاحشه پیوندد با وی یکتن باشد زیرا میگوید هر دو یکتن خواهند بود لاکن کسی که با خداوند پیوندت با وی یک تن باشد زیرا میگوید هر دو یکتن تن خواهم بود لاکن کسی که با خداوند پیوندت یک روح است از زنا بگریزید هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است لکن زانی یا زناکار بر بدن خود گناه میورزد می آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است یا معبد روح القدس است که در شما است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید زیرا که به قیمتی خریده شدید پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید که تا آماده است میگه بدن ما معبد روح القدس روح القدس روح خداوند در وجود ما ساکنه پس این بدنمون رو باید محافظت کنیم باید تقدیس کنیم نباید بدن خودمون و اعضای خودمون رو ورداریم و زنا کنیم و اعضای فاحشه بکنیم که با فاحشه پیوند داشته باشه بدن ما نباید این کار بکنیم باید ازدواج کنیم ازدواج سالم و در حضور خداوند و در حضور دیگران سوگن یاد کنیم که این خانم رو به عنوان همسر خودمون میخوایم بپذیریم تا آخر عمرمون و خداوند اینو تقدیس کرده اینو دوست داره خداوند که ما ازدواج کنیم ولی تعلیم انسانگرایی تعلیم باطلی دوستان ما باید شهادت خوبی داشته باشیم کتاب ما دست در انجیل متی باب پنج آیه سیزده تا 16 می عیسی مسیح فرمود شما نمک جهانید لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکی شود دیگر مصرفی ندارد جز که بیرون افکنده پایمال مردم شود شما نور عالمید شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی تا آن را زیر پیمانه نهند بلکه تا بر چراغدان گذارند آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند عیسی مسیح فرمود شما نمک جهانید نمک یعنی یه خاصیتی داره که انسان رو از فساد یعنی فساد رو دور میکنه فساد زدایی داره این خاصیتی داره که ما باید این تعالیم فاسدی که در دنیا هستش باید مردم رو آگاه کنیم که از تعالیم انسانگرایی دور بشن و آگاه باشن که این تعالیم انسان رو میخواد پس کنه و باید نور باشیم نور یعنی یه چیز روشنایی یعنی قدوسیت نماد قدوسیت باید ما مقدس باشیم ما باید مثل مردم نباشیم باید از عیسی مسیح اخلاق یاد بگیریم عیسی مسیح باید الگوی ما باشه و ما ایمان دارم پس باید نور و نمک جهان باشیم و چیزهای راست را از چیزهای باطل تشخیص بدیم و الگویی برای دیگران باشیم ما باید از فلسفه و حکمت باطل انسانی آگاهی داشته باشیم تعلیمی که انسان گرایی به ما داده در سال 1933 و تا به امروز داره رونق پیدا میکنه انسان ها دارن رو میبرند رو میارن به تعالیم انسان گرایی نه خدای گرایی و باید انسانها رو آگاه کنیم در اول قرنتیان باب یک آیه 19 تا 21 میخونیم میگه زیرا مکتوب است حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم کجاست حکیم کجا کاتب کجا مباحث این دنیا مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد خداوند حکمت این جهان را باطل کرده حکمتی که در این جهان است حکمت دنیوی اصول دنیوی در دیدگاه خداوند باطله حکمتی که در عیسی مسیح هستش اون حکمت واقعیه و به وسیله موضع کلام خداوند انسانها رو نجات میده از فلسفه های باطل از هیله ها و مکرای های انسان که به وسیله تعالیم جدید تعالیم انسانگرایی به جامعه ارائه داده ما باید آگاه باشیم دوستان باید به خداوند رو ببریم خداگرا باشیم نه انسان اسم شیرینی داره اما دور از خداوند استش دعا میکنم که به عیسی مسیح ایمان داشته باشید بیایید دعا کنیم و خاتم بدیم ای خداوند شکرگزارتم برای تعالیمت برای کلامت که به ما اخلاق میده کمک کن آگاهی داشته باشیم خداوند از تعالیم انسان گرایی و به تو رو بیاریم خداوند تا بتونیم حکمت تو رو دریافت کنیم به نام عیسی مسیح آمین دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم اگر مایلید به عیسی مسیحی ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفا از طریق تلگرام ادساین بشارت 777 اقدام نمایید